یعنی از شروع فقط تا آخر رفت یک مسیر. نه کمی از طرف تو که میای میدان خراب است. اوکی وقتی طرف برن. سلام، وقتتان بخیر. دوباره لیتس بال رو بینند هستید و من تابان ابراز در حضور شما هستم. امیدوارم از زندگیتان لذت ببرید. دوباره امروز با یک مهمان خیلی خوب در برنامه لیتس بال با شما هستم و تلاش میکنم چند دقیقه که در کنار شما هستم را خیلی خوب و با انرژی رقم بزنم براتان. سلام دوباره و مهمان ما در برنامه امروز آقای اسلام الدین امیری هستند، بازیکن فوتبال تیم ملی افغانستان و کسی که در دوره‌های مختلف تانسته در میادین مختلف بر افغانستان درست و خوب بدرخشه و کنار از او بر افغانستان افتخار ببخشه. ممنون از اینکه پذیرفتی در برنامه ما و در لیتس بال حضور داشته باشی، عین زمان چالش ما بر بالین پذیرفتی. تشکر، زنده باشین. البته سلام خدمت شما و بنده علاقمندانتان تقدیم میکنم و تشکر که من امروز به برنامه دارید. خیلی خوب، با همیشه از مهمانه میپرسم میبرید میبازی؟ ببینیم دیگه. نه بخاطر که من یاد ندارم اونجا ببینیم. نه ورزشکار هستیم، بدنتان سالمتر از بدن من، سریعتر، محکم و تمرکزتان بیشتر از من است. باید بردتان حتمی باشه مثل دیگه ورزشکارا که تاوان بردن. نه او رو خب هیچ وقت هر ورزشکار کسان که نیکی میبری یا میبازی هیچ وقت نمیگم من میبرم. به خاطر هیچ وقت علی بخواد تو باید کم دست کم نگیری. اما در آخر نشان میشه. زرکیتی در آخر نشانش میده که چندان چیز نبودی باختی. بله. در صورت موافق هستی بازی رو شروع کنیم؟ بله بفرمایید. اگر کدی پای می بود می تونستم رایت دست ناچیزی بودم. رایت دست دیگه اینجا مهارت رو نشان بده. خیلی خوب. یکان چیز دیگه میگوشتیم اکسترگ. از اینجا شروع میکنیم. دقیقا گرچه من میدونم، فکر میدونم تعداد زیاد از مطالب ما میدونن که شما در چند سالگی وارد دنیای فوتبال شدیم. این فهمیدن یا اطلاعاتی رو که ما داریم از طریق رسانه ها است. دقیقش رو شما بگیم که از چند سالگی وارد شدیم. از چند سالگی به تیم ملی فوتبال پیوستم؟ نه کلن آمدیم طرف دنیای فوتبال. دنیای فوتبال من خورد بودم تقریبا سن 7 ساله بودم که شروع کردم، مثل که ما میگیم در کوچه فوتبال شروع کردم. از اونجا شروع میشه؟ بله ارفعی باز من شروع کردم. 9 ساله بودم که من در اکادمی رفتم. در اکادمی باز وقتی که 15 ساله شدم اولین بازی خدا به تیم ملی. منظورتان از اکادمی؟ اکادمی تیم مکتب فوتبالی که در پاکستان بوده، کراچی پاکستان. خب بله. در پاکستان بزرگ شده؟ بله بزرگ نشده، 5 سال در پاکستان زندگی کردم. خیلی خوب، 5 سال در کراچی زندگی کردین پاکستان؟ بله. و شما در 9 سالگی وارد اکادمی شدین و در 15 سالگی اگر اشتباه نکنم استعداد شما توسط یکی از مربیای تیم افغانستان بودن یا پاکستان؟ نه خیر، وقتی که من 14 ساله بودم من افغانستان آمدم و ما در لیگ برتر افغانستان بازی کردم. تیم شوا اولین بازیم بود که توانستم که اما بازی خود نشان دادم که مربیای تیم ملی افغانستان که در استودیو حاضر داشت کلشان ما رو ببینه و بعد از او یک سال بعد در سن 15 سالگی ما اولین بازی خود در تیم ملی آغاز کردم. پس داستان اینکه اسلام الدین امیری از محفل عروسی وارد دنیای فوتبال افغانستان شد، یه در کل فوتبال شد، این چی هست؟ نه خیلی، من وقتی که از پاکستان آمدم، البته فامیل خود عروسی بچه کاکایم بود در افغانستان آمدم که ببینیم در عروسیش باشیم و یک بچه کاکایم بازی میکرد در کلب افغانستان که بنام شوا بود که او مرا شوا افسی که گفت بیاین در تیم یک دو روز اگر تمرین میکنیم بیاین تمرین کنیم. وقتی که من تمرین رفتم از عروسی
وقتی تمرین رفتم. خب از عرصی بعد تمرین رفتم. تمرین رفتم. اون وقت یک عمو سنگ میگه که وقتی یک چیزی شده نیست و میشه خودش دیگه هیچ کدوم اتفاق میفته. خیلی خب پس اونجا باز شما وارد شدین به تیم افغانستان. در فاز سالی که اولین بازیتون رو داشتین. و اگه اشتباه نکنم در مقابل مالدیو بوده. نه اولین مسابقه ما مسابقه دوستانه بود که در تاجیکستان مسابقه های امباسادور بود که در 2005 ما اولین مسابقه خدا همراه امباسادور یک تیم بود که در تاجیکستان آمده بود بازی کردم. اولین بازیم که ما در تیم ملی افغانستان کردم ولی اولین مسابقه هم پروفیشنالی آفیشالی که بود حرفه‌ای در مقابل مالدیو بود. اوکی پس ما هم اشتباه نمی کردم هم اشتباه می کردم. نه 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 خوب است. در اولین بازی تر بود. سوال بعدی ما البته اینو خیلی کوتاه است. اسم دومتان و قدتان. قد ما. من نمیتونم عرض بزنم اونقدر هوشیار نیستم. قد ما 181. 181. خوب است ما که بلند هستیم. بعد سنت؟ سنی من 31 ساله. 31 ساله. خیلی عالی. میگن این مرد راحت تر سنشان رو بیان میکنن. به همین خاطر. من گفتم اسرائیل اما دیگه ما ایسته که پیش از هر سوال پیش از اینکه هر سوال کنیم من اسرائیل باید کنم. چند سال میشه دقیق که فوتبال میکنی؟ 15 بودی، 31 هستی، 16 سال در تیم ملی. در تیم ملی. در تیم ملی 16 سال حضور خودت در تیم ملی و در فوتبال در کل خودتو چطوری ارزیابی کردی؟ خب ای را بگویم وقتی که یک وقت ما یک اشتوک بودم بچه بودم در 15 سالگی بله هیچ وقتی فکر کس نمی کنه که در این مدت یا 15 سال یا 16 سال تو در تیم ملی متواتر بازی کنی و باشی و گفته چی که it's a dream هر کس یک خوابش هست که باشه در تیم ملی اگه جایگاه خود داشته باشی نگاه کنی خدا بله 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 افت من داشته باشی بله خیلی خوب دیگه امیدوار هستم که سالهای دیگه هم باشم و بازی کنم. عالی عالی. اینجا جدا هستم بپرسم که خب در تیم ملی افغانستان بازی کردیم حضور داری در حال حاضر عضو تیم ملی هستی به غیر از او با کدام تیم ها و کدام لیگ دیگه بازی کردیم؟ بله وقتی که ما در تیم کابلبان بودم در اینجا وقتی که ما توانستم که اولین بازیکنی که از در طول تاریخ افغانستان از افغانستان برای در لیگ بیرون بازی کنم و ما بودم که رفتم در لیگ هندوستان و 3 سال قرارداد در پیوستم در تیم ممبئی اف سی که مدت تقریبا 10 سال میشه که ما در لیگ هندوستان بازی میکنم. اونجا بازی میکنم؟ بله در بین 1 سال من در لیگ مالدیف رفتم بازی کردم مگم بله 10 سال میشه که در لیگ هندوستان هستم. حالا بیم روی بحث تفاوت ها در خدمت حرفه ای بودن تیم افغانستان رو با او تیم مقایسه کنم تیم میکنن بله حرفه ای تیم ملی ما راستیش بگوی که در این مدت چند سال شده بسیار حرفه ای شده علی ترنرم از خارج از کلشان و امکاناتی که ما داریم فدراسیون فوتبال افغانستان امکاناتی که به ما مؤثر ساخته کلشان بله بله بسیار زیاد بگه فکر کردم بعد از 2015 بگه اگر بگه تیم ملی افغانستان بسیار رفعی شد امور رقم که تیم ملی برزیل و یا جرمنی و فرانسه است امور رقم امکانات و کل چه دمه است آلی که خیلی خوب امروز یا شما شانس دارین امروز یا شما شانس دارین یا من خیلی بد شانس دارین شانس نیست هر کس اصلا شما به شانس باور دارین من میبینم شانس یکی با شانس باور داریم مگر استعداد مهمتر است از شانس کنه خب باور کنید یعنی لطفاً حداقل شما از من توقع نداشته باشید با این سرعت و با این چستی بتونم بال کنم نه خیلی هیچ وقت چی نداره اسکیوز نیست هست خیلی هم هست خیلی هم هست با اون اسپیدی که شما میزنیم با اون مهارتی که میزنیم من نمیتونم نه تکنیک بازم تکنیک
امروز نه. در رده باشگاه راحت و خوشحال هستید یا که در ترکیب تیم ملی؟ خب اگر از ما خب هر فوتبالر یا هر ورزشکار را پسند کنی او جای افتخار است که روزی که تو پرن تیم ملی را بپوشی و ما مونمون رخم که هر وقتی که پرن تیم ملی را میپوشیم در ما جای افتخار است و بسیار راحت هستیم که در تیم ملی خود بازی میکنیم. بازی کنیم. آیا در خانواده هم کسی جز شما فوتبالیست یا ورزشکار مطرح هستن در کدام رشته دیگه یا خیر؟ نه خیر نه، پروفشنال نیست. مگم دو بیادرهایم که از مکد کلان از عبدش بازی میکرد پروفشنالی نه، فوتبال بازی میکرد و امو را دیدم و هم از رویشان یاد گرفتم و فعینه همه تو یافته. افغانستان زندگی میکنین یا بیرون از افغانستان با خانواده هستین یا تنها هستین؟ هند باید بیشتر باشه فکر کنم. خب اصلی بیسیم که هست، اصلی جایم که هست در کانادا زندگی میکنم. من اطلاعات نداشتم دیگه، ببخشید. در کانادا زندگی میکنم و این زیادتر میباشم در این بخاطری که در این اکادمی فوتبال دارم و فامیل بیادرم و پدر مادرم هندوستان زندگی میکنم و همیشه زیادتر وقت ما 6 ماه هندوستان میباشم 6 ماه کانادا. خسته نشدین از رفت آمد زیاد؟ خب همین خوب است که دوانستان بعد از 2 سال 3 سال بعد بیایی اون مزه خاص داره و هر کسی که در دنیا پرسان کنی خوش داره دوست داره که دوانستان زندگی کنه. ما مورخم افغان البته. بله من خودم هم دوست دارم که دوانستان زندگی کنم. مگم شرایط امنیت نیست که بتانیم که دوانستان زندگی کنم. به نظر خودت کدام بازی بهترین بازی تیم ملی ما بوده و کدام سال اوج شیران خراسان بوده؟ اگر از ما پرسان کنید، از هر کس پرسان کنید، بهترین اوج و بهترین بازی تیم ملی افغانستان در 2013 بود که ما توانستیم قهرمان جنوب آسیا شویم و توانستیم که اولین بار در افغانستان یک کعبه بیاریم و او خوشی را بیاریم. ما هیچ وقت فکر نمیکنیم که در طول تاریخ افغانستان تو روزی پس بیایه و تو خوشی بیایه که همه این مردم همه ما کلی ما در سرکا برامانه بود و همو شو تا صحبت کلشان جشن و چی کرد ایج وقت فکر نمیکنیم در تاریخ تکرار بشه. امیدوارستم دوباره بهتر از او تکرار شوه و داشته باشیم. آیا فکر میکنی که دور بعدی جام ملت های آسیا و جام جهانی را پیدا میکنیم؟ سوال بیشتر برمید. انشالله بله چرا نه. امیال بسیار خوب در خوب پوزیشن هستیم، در گروه ما سوم هستیم و امیال فعلا که امکانات و امو تمرین ها را که بخیر تیم ملی ما مسابقه های دوستانه را پیش از اینکه مسابقه های رسمی ما در قطر شروع شد در دبی ما تقریبا 15 روز تنینی کم و دو مسابقه دوستانه داریم و ترنر ما انوش جان دستگیر که جوانترین ترنر در دنیا بسیار بسیار کوشش داره که انشالله ای فکر چی بگویم دیگه ای دریم ای خواب در کلی افغانستان بیاره و اولین بار اگر ای تو روزی بیایه که ما انشالله کوالیفای کنیم یا جام ملت های آسیا شدیم از این کده دیگه روزی خوب خوشی دیگه نمیده. اول بسیار کانفیدنت بدین که میبینین من خیر است. خب الان نیستم. چشم پود میکنم اینا را؟ اون سعیش؟ سعیش یعنی چشم پود مقصد جوی نشد جدی چشم پود بود؟ ما ندیدیم. برعکس یعنی از شروع فقط تا آخر رفت یک مسیر نه کمی در طرف تو که می آیی میدان خراب است. اوکی باش که این طرف برانی
اگر خودت در موقف آقای دستگیر قرار بگیرن، فکر میکنین که سرنوشت فوتبال افغانستان چقدر تغییر خواهد کرد؟ ایره خب اول خب من ایره دعا میکنم که هیچ وقت از جان دستگیر تیم ملی را اعلان نکنه. اوکی. بخاطر از وقتی که اومده تیم ملی ما بسیار تغییر کرده، بسیار 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 رشد کرده، کل چیشان حرفه‌ای است و همون رقم که گفتم هیچ وقت نمیخوایم که او از تیم ملی باشه. جوان است، میتونه که 20 سال 15 سال یا 30 سال به تیم ملی باشه و تیم ملی باشه و بتونه که تیم ملی ما را در جام جهانی انشالله. البته با موافق رفتنش نیست، فقط یه حدسه احیانا اگر روزه همچنین اتفاق بیفته. من تصورش نکردم. خیلی خوب، سوال در مورد فوتبال بس، شهرت، پول یا هم محبوبیت؟ شهرت، پول و محبوبیت، عزت. از همه اینا مهمتر عزت. باختای ما آشنا هستین، در هر صورت چیز جدیدی نیست. ممنون از اینکه در برنامه ما حضور پیدا کردین، سپاسگزار شما که وقت گذاشتین. در حال هوای امروزی و کلا زندگی امروزی کمتر آدم ها وقت میگذارن برای یک آدم دیگه، چه برسه به اینکه به یک رسانه و برای مردم افغانستان. با تمام مصروفیت هایی که داشتین در برنامه حضور پیدا کردین، سپاسگزار شما. قربانتان، تشکر. بازم من تشکری میکنم شما که به برنامه برداشتین و امیدوار هستم که یک پروگرام خوب و خوش داشت که داشتیم و تمام شد. سپاس از شما بیننده عزیز که ما را همراهی کردین. برنامه آقای اسلام الدین امیری را میتونین از طریق چنل یوتیوب زاویه میدیا باز بیننده باشین. در جریانی که برنامه را بیننده هستید میتونین پایین بحث کامنت ها و دیدگاهتون را برای ما بنویسین. دیدگاهتون را جا میکنم در برنامه بعدی که من قرار است ریکارد کنم با آدم ها و افراد متفاوت از افغانستان و بیرون از افغانستان، اما مردم خودمان. حتما جا میتونم. نفسم سوخته، خیلی سخت بازی کردم. در هر صورت کانال زاویه کارتون، زاویه موزیک و زاویه میدیا و زاویه نیوز سابسکرایب کرده دوست همیشگی من باشید. تا برمی بعد که دوباره در حضور شما قرار میگیرم، خدا نگهدار.